در 14 فوریه 2003 مرگ دالی نخستین موجود شبیه سازی شده به علت بیماری ریوی اعلام شد. زندگی دالی در 6 سالگی زودتر از عمره گوسفند معمولی به پایان رسید. تولد و مرگ دالی به درستی از لحظات تاریخی علم بشر می باشد. لحظاتی که در تاریخ برای همیشه ثبت شد و راه را برای ادامه داستان شبیه سازی با تمام موافقان و مخالفانش باز کرد. شبیه سازی موجودات زنده از دستاوردهای علمی جدید می باشد. علمی که به گفته برخی دانشمندان این صده را به نام خود خواهد کرد. شاخه‌ای از علم که از اواخر قرن بیستم شروع شده و در حال ایجاد تغییراتی بنیادین در تمام عرصه‌های زندگی بشری است. می‌خواهیم ببینیم اصلاً مهندسی ژنتیک چیست و چه کاربردهایی برای بشر دارد. مهندسی ژنتیک به مجموعه روش‌هایی گفته میشه که به منظور جداسازی، خالص‌سازی و وارد کردن یک ژن ویژه در موجود میزبان به کار میره. سرانجام این روند به بروز یک صفت ویژه و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان راه می‌برد. این علم نوین که به تدریج جای خود را در بین علوم دیگر پیدا می‌کند، با عناوینی چون زیست شناسی مولکولی، مهندسی ژنتیک شناخته می‌شود. کاربردهای مهندسی ژنتیک تقریباً نامحدود به نظر می‌رسد. این علم کاربردهای زیادی در علوم پایه، تولیدات صنعتی، کشاورزی و علوم پزشکی دارد. بیایید با هم نگاهی بیاندازیم به سیر تحول این علم شگرف و دگرگون کننده. علم زیستشناسی از قدیمی ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است. اما از نزدیک به یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدها آن را ژنتیک نامیدند. این امر انقلابی در علم زیستشناسی به وجود آورد. با سفری در قرن 18 می‌بینیم شماری از پژوهشگران دنبال این بودند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند، ولی اقدامات آنها با شکست مواجه شد. راستی چرا آنها موفق نشدند؟ یکی اینکه صفات مناسبی را انتخاب نکرده بودند و دیگر اینکه این دانشمندان دانش کافی در زمینه ریاضی نداشتند. باید مدت‌ها زمان می‌گذشت تا به کشیش اتریشی گریگور مندل برسیم. او نخستین کسی بود که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند. او در سال 1865 این قوانین را که حاصل آزمایشاتش روی گیاهان خودفرنگی بود ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمی آن دوران به دیدگاه‌ها و کشفیات او اهمیت چندانی نداد و کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد. چند دهه گذشت تا به سال 1900 میلادی رسید. در این سال کشف مجدد قوانین ارائه شده توسط 3 نفر ورق را برگردان. کشف درویس، شرماک و کورنز باعث شد که نظریات مندل مورد توجه قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود. حدود نیم قرن بعد در سال 1953 با کشفیات جیمز واتسون و فرانسیس کریک تحولی ایجاد شد. با کشف ساختمان جایگاه ژن‌ها یعنی DNA، رشته‌ای جدید از آنها در علم زیستشناسی به وجود آمد که زیستشناسی مولکولی نام گرفت. حالا با هم به حیطه‌های متفاوت زیستشناسی مولکولی و ژنتیک نگاهی می‌اندازیم. باید توجه داشته باشید که رشته زیستشناسی مولکولی به بررسی ساختمان و مکانیزم عمل ژن‌ها و ژنتیک به بررسی بیماری‌های ژنتیک و پیدا کردن درمان آنها می‌پردازد. با گذشت یک قرن از کشفیات مندل، طی سالهای 1971 و 1973 میلادی این دو رشته در هم ترکیب شدند. حاصل آن رشته‌ای به نام مهندسی ژنتیک شد. با نگاهی به اطرافمان، نشانه ها و حضور ارزشمند این دانش را در همه عرصه های زندگی شاهد خواهیم بود. گستره های بسیار گوناگون از کشاورزی، تغذیه و مواد غذایی، شاخه های مختلف علوم پزشکی و صنایع دارویی گرفته تا انرژی، محیط زیست و بهداشت
و هر جایی را که فکر کنید. باید توجه داشته باشید که اهمیت بعضی از اصول علمی در زمان کشف آنها مشخص نمی شود، بلکه پس از مدت زمانی که می گذرد ارزش آنها روشن می شود. نمونه روشن این مسئله کشف ساختمان سه‌بعدی DNA در سال 1953 بود. این ساختمان نسبتاً ساده باعث شد تا دانشمندان سامانه‌های گوناگون ژنتیکی را بررسی کنند. آنها تلاش کردند تا یک DNA را از یک موجود بگیرند و در موجود دیگر وارد نمایند تا اثرات آن ژن در موجود میزبان ظاهر شود. آیا شما می توانید شماری از کاربردهای این دانش را بیان کنید؟ نمونه معروفی از کاربردهای مهندسی ژنتیک سنتز انسولین انسانی به کمک گونه‌ای باکتری است یا تولید گیاهان مقاوم به شوری و خشکی و صدها و صدها از این موارد که نمونه‌های شناخته شده کاربردهای مهندسی ژنتیک هستند. بیوتکنولوژی و علوم پزشکی، ژنتیک مولکولی و صنعت، ژنتیک و کشاورزی. اگه پای صحبت شماری از صاحب نظران بنشینین، به شما میگن که این سده مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولیه. اونها بر این باورن که با تولد ژن درمانی در اوایل دهه 1990 یک رخداد بزرگ و انقلابی صورت گرفته که چشمانداز جدیدی رو در عرصه پزشکی مولکولی ایجاد کرده. ژن درمانی در واقع انتقال مواد ژنتیکی به درون سلول‌های یک موجود برای مقاصد درمانی می باشد. کشف بسیاری از ژن‌های بیماری‌زای مهم در آینده نزدیک، پیشگویی‌های بسیار دقیق پیرامون تعیین سرنوشت جنین از نظر بیماری‌های ژنتیک پیش و پس از تولد، از دیگر قابلیت‌های مهندسی ژنتیک و ژن درمانی است. با هم سریع به کاخ سفید بزنیم. آنجا رخدادی رقم خورد. در ماه ژوئن 2000 پرزیدنت کلینتون نخستین پیشنویس ژنوم انسان را به عنوان مهمترین و شگفت انگیزترین نقشه‌ای که از سوی انسان ساخته شده است به جهانیان اعلام کرد. پروژه بین‌المللی ژنوم انسان یکی از عظیم‌ترین طرح‌های پژوهشی زیست‌شناسی عصر حاضره. این طرح با رمزگشایی از ژنوم انسان گره‌های بی‌شماری رو گشود و در آینده نزدیک تحولات شگفتی رو در علوم پزشکی به وجود خواهد آورد. به طور کلی محققان علم ژنتیک و بیوتکنولوژیست‌های مولکولی اعتقاد دارند که تلاش‌های آنها در این زمینه می‌تواند به کاربردهای بسیار ارزشمندی در زندگی بشر منجر شود. با وجود بحث‌های بسیار جدی که در مورد سوء استفاده‌های احتمالی از مقوله شبیه‌سازی و عواقب زیستی و اخلاقی آن در دنیا وجود داره، خوشبختانه باور بیشتر صاحب نظران درگیر این پژوهش‌ها اینه که پژوهش‌های یاد شده باید تنها برای پیشگیری، تشخیص و درمان اساسی بیماری‌ها به کار بروند. در سال‌های اخیر ژنتیک مولکولی در صنایع گوناگون جایگاه منحصر به فردی پیدا کرده است.
تولید پلاستیک‌های قابل تجزیه، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از بیومس و پاکسازی آلودگی‌های زیست محیطی به کمک فرایندهای زیستی از دیگر عرصه‌های نوین و با ارزش ژنتیک در صنعت و محیط زیست به شمار می‌روند. رشد فزاینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دهه‌های اخیر موجب شد تا در زمینه کشاورزی، دامپروری و تولید مواد غذایی شاهد بکارگیری روش‌های نوین ژنتیک در تولید کیفی و ارزان محصولات زراعی و دامی باشیم. حاصل دستکاری ژنتیکی به تدریج وارد بازار شد. توجه به این دانش به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر میتواند از جمله عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی و رسیدن به رفاه اجتماعی بالاتر محسوب گردد. شرکت‌های بزرگ موفق شدند که از طریق مهندسی ژنتیک کودکی به نام مورگان را در آزمایشگاه طی فرایندهای پیچیده‌ای به وجود بیاورند. آنها می‌خواهند دریابند آیا این موجود توانایی زندگی در کنار انسان‌ها را دارد یا خیر. اما این کودک هنگامی که بزرگ می‌شود مشکلاتی را پدید می‌آورد. این فیلم علمی تخیلی نکته قابل توجهی را بیان می‌کند. آن روشن کردن این موضوع است که آفرینش ابر انسانی با گنجانیدن تمام احساسات شناخته و بهینه شده امکان پذیر نیست. ممکن است این تئوری به شکل علمی در ابتدا میسر باشد، اما در عمل به نتایج ناخواسته منجر می شود. تا اینجا از فواید و مزایای این دانش گفتیم. این موضوع نباید ما را از جنبه های تاریک نقایص کار باز دارد. دانش امروز برای دانستن این موضوع که ژن‌ها چگونه سازمان یافته‌اند بسیار محدود است. هر گونه تغییر در هر نقطه از DNA به احتمال زیاد اثرات جانبی در بر دارد که غیر قابل پیش بینی و کنترل هستند. هنگامی که به اواخر دهه 90 رسیدیم، فروشگاه‌های آمریکا انباشته از محصولات ژنتیکی بود که با اقبال عمومی مردم روبرو بودند. به جز موارد ویژه، دولت‌های کشورهای صنعتی مشتاقند تا غذاهای ژنتیکی را رواج دهند. درباره محصولات ژنتیکی تئوری وجود دارد با نام شباهت کامل که می‌گوید این نوع محصولات از هر نظر کاملاً شبیه به نوع معمولی است. اما طبق یافته‌های علمی این فرضیه بسیار ناقص است. محصول ژنتیکی میتواند کاملا شبیه نوع طبیعی خود باشد، ولی دارای ترکیبات مضری باشد که ما انتظارش را نداشتیم. هرچه جلوتر رفتیم مردم بیشتر آگاه شدند و اینکه پایه‌های علمی برای نگرانی درباره محصولات ژنتیکی وجود دارد. آنها دوست ندارند که غذایی را که از سلامتی آن مطمئن نیستند جایگزین غذای قبلی خود کنند. شرکت‌های چند ملیتی دستن در کار عرضه محصولات ژنتیکی مدعی هستند که تفاوتی بین غذای معمولی و ژنتیکی وجود ندارد و لزومی به جداسازی و غیره نیست. ولی بسیاری از دانشمندان برجسته مخالف این نظرند. بسیاری از این شرکت‌های بزرگ به خاطر سود بیشتر سلامت مردم را به حاشیه رانده، سعی در ترویج محصولات غذایی ژنتیکی می‌کنند. شواهد زیادی هست که نشان می‌دهد که مهندسی ژنتیک به اکوسیستم خطر تازه‌ای وارد می‌کند، زیرا باعث تهدید تنوع زیستی، حیات وحش و کشاورزی پایدار می‌شود. دانشمندان برآورد کردند این موجودات یا محصولات باعث از همپاشیدگی 1% از اکوسیستم در سال می‌شوند. کشورهایی که صادرات عمده محصولات ژنتیکی دارند فشار می‌آورند تا جداسازی محصولات ژنتیکی انجام نشود. با وجود این اقدامات، فشار روزافزون مردم و نگرانی آنها از سلامت محصولات ژنتیکی بیشتر دولت‌ها را مجبور به نظارت بر این محصولات و جداسازی و برچسب‌زنی روی آنها کرده است. تنوع زیستی امروز دستخوش موج خطرناک خصوصی سازی گشته است. این روند اگر همینطور پیش رود، روزی خواهد رسید که برای استفاده از هر محصول گیاهی و جانوری
احتیاج به اجازه شرکت‌های ژنتیک را خواهیم داشت. مخالفان این روند بر این باورند که حق بهره برداری تنها به اختراعات انسانی مربوط می‌شود. زندگی یک موجود زنده مانند گیاه و بقیه موجودات یا ژن‌های آنها اختراعات شخصی نیستند و نمی‌تواند خصوصی شوند، زیرا که سرمایه‌های بشری هستند و همه باید از آن استفاده کنند. آنچه مسلم است این است که مهندسی ژنتیک علمی رشدیابنده و بسیار شگفتی‌آفرین برای انسان است. آیا بشر آنقدر دوراندیش هست که استفاده درست از این فناوری شگرف را بکند؟